بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. طالبان اشتراک نماینده خود در نشست کیوتو یا ژاپن را تایید کردند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این نشست ملا دین محمد یکی از اعضای ارشد این گروه اشتراک کرده بود. نشست میان اعضای حزب اسلامی، شورای عالی صلح و طالبان روز گذشته در شهر کیوتو یا ژاپن برگزار شده بود. گفته می شود در این نشست در مورد چگونگی گفتگوهای صلح بحث و گفتگو شده است. در این نشست معصوم استانکزی به نمایندگی از شورای عالی صلح، غیرت بهیر به نمایندگی از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و ملا دین محمد به نمایندگی از تحریک طالبان اشتراک کرده بود. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور صلح میگوید که حمایت های طولانی مدت از توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان امر حیاتی است. و دیروز هنگام ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت تأکید کرد که تنها کمک ها در امور امنیتی افغانستان نمیتواند بر صلح و ثبات در این کشور کمک کند، بلکه باید کمک های دراز مدت نیز در زمینه اقتصادی و اجتماعی این کشور صورت گیرد. دبیرکل سازمان ملل در گزارشش به شورای امنیت تأکید کرده است که کنفرانس توکیو در مورد افغانستان باید پیام روشن را ارائه کند که افغانستان در راه توسعه و نیازهای اجتماعیش تنها رها نخواهد شد. کشور ژاپن در 5 سال آینده 500 بورس تحصیلی را در اختیار دانشجویان افغان قرار می‌دهد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه می‌گوید این مطلب را مشاور وزارت خارجه این کشور در دیدارش با رئیس جمهور کرزی دیروز در ارگ ریاست جمهوری بیان داشته است. این در حال است که هماکنون 40 تن از دانشجویان افغان مصروف آموزش‌های عالی در این کشور هستند. ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بازداشت شد. ریاست عمومی امنیت ملی با پخش خبرنامه میگوید قاری نصرالدین ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در نتیجه یک عملیات اپراتیفی بازداشت شد. در همین حال در خبرنامه گفته شده که کارمندان امنیت ملی 700 کیلوگرم چرس را نیز از ولایت پکتیا کشف و ضبط کردند. شمار از ملا امامان و مویسفیدان ولایت ها از روند نامنویسی جهت ادای فرضیه حج به شدت انتقاد می کنند. آنها می گویند روند نامنویسی زائران حج شفافیت ندارد و وزارت ارشاد و حج و اوقاف نباید روند قرعه‌کشی زائران حج را لغو می کرد. در همین حال وزارت ارشاد و حج و اوقاف وارد دین ادا می گوید جریان ثبت نام زائران حج از شفافیت خاص برخوردار است. شماری از ملا امامان و مصفیدان مرکز و ولایات در سمینار تنظیم امور مساجد میگویند همساله زائران حج می توانستند که از طریق قرعه کشی بر عربستان سعودی بروند، ولی با آغاز روند نامنویسی مشکلات زائران حج بیشتر شده است. آنان تاکید می کنند که روند نامنویسی شفاف نیست و تنها زورمندان می توانند به سفر حج بروند. یک نفر میاد وادی ده نفر ثبت نام میکنه، این ظلم است. بعد از حق دیگر را دیسا ضایع میشه. ها خلق لایسی سی لگ رشپات ورگی یا زور ولری یا گو اسیتا ولری بعضی جه که دا برنامه چه دا بیا کمی بنده. در همین حال برخی از باشندگان ولسوالی های نورگل، چوکی و خاص کنر ولایت کنر در یک راه پیمایی گفتند که حقوق آنان در این ولایت تلف شده و خواستار برکناری مسئولین ریاست ارشاد حج و اوقاف شدند. زمانگا پا حقوق و زمانگا رسواله و ظلم شویده اگه حقوق چه زمانگا دی دامنگتنی دی را کده شوید او ماغ وزیر او ماغ چار باکی رازی در خلق و دولسون پا خوک و خونی لکن. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف می گوید آنان بر اساس انتقادها و تلاشها برای شفاف ساختن انتقال زائران حج روند قرعه کشی را لغو کرد. رئیس عمومی مجتمع علمی وزارت ارشاد حج و اوقاف می گوید زائران تنها از طریق نامنویسی به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد و این روند در مقایسه با قرعه کشی بسیار شفاف است و در حال حاضر در تمامی ولایت های کشور آغاز شده است. بنابر نبودن این سیستم مردم از شیوه این سیستم و طریقه این سیستم شاید به خوبی آگاهی نداشته باشند که شکایت میکنند، ولی در واقع سیستم و پرگرامی انشاءالله که خوبی است. با گفته وزارت ارشاد حج و اوقاف تا دو ماه آینده روند انتقال زائران حج آغاز خواهد شد.
و قرار است 4 شرکت هوایی خصوصی زائران حج را به عربستان سعودی انتقال دهند و این پروازها از کابل، هرات، بلخ و قندهار صورت می‌گیرد. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.